سلام، جادی هستم. LPIC 1 آزمون 101 رو ادامه میدیم تو ماجول 102.1 دیزاین هارد دیسک لی آوت، طراحی لی آوت هارد دیسک. دقت کنیم، طراحی، نمیگیم درست کردن. ماونت کردن رو جای دیگه میبینیم، پارتیشن بندی رو جای دیگه میبینیم، اینجا فقط داریم دیزاین میکنیم. وزن سبک 2 و انتظار میره که کاندیداها در انتهای این درس بتونن یه نمایی از هارد دیسک یه سیستم لینوکسی رو طراحی کنن بر اساس نیاز. کاری که باید یاد بگیریم اینجا allocate file system and swap space to separate partitions or disk. درک کنیم که ما میتونیم فایل سیستم ها یا سواپ رو به پارتیشن های مختلفی اختصاص بدیم. تنظیم کردن دیزاین بر اساس نیازمون توی سرور و دسکتاپ ممکنه فرق کنه. درک کردن اینکه اسلش بوت، پارتیشن اسلش بوت باید با هاردور ما همخونی داشته باشه و یه درک ابتدایی از LVM. چیزایی که یاد میگیریم، سلش روت رو باید بفهمیم چیه، سلش ور، سلش هوم، سواپ، مفهوم ماونت پوینت و پارتیشن ها. اول یه مقدمه بگم، ما در واقع مثل هر سیستم عامل دیگه ای توی لینوکس هم یه سری فایل داریم و یک سری دایرکتوری که فایل ها تو دایرکتوری ها تنظیم شدن، مثل یه درخت خیلی بزرگ که هی میاد شاخه شاخه میشه و برگاش فایل ها هستن. حالا میتونه این پایین هم داشته باشه. توی ویندوز ما سی دو نقطه داشتیم، دی دو نقطه داشتیم، هر هاردمون رو به عنوان یه چیچی دو نقطه وصل میکرد. اگه سی دی میذاشتین میشد اف دو نقطه و اینجور. تو لینوکس اینجوری نیست. ما در واقع تو لینوکس یه درخت خیلی بزرگ داریم که از این گوشه شروع میشه، بهش میگن روت سلش. یعنی در واقع من توی سی دی سلش اگه بزنم میرم توی روت. ببینید، ببخشید، cd slash بزنم میرم توی root. اوکی، در بالاترین سطح این درخت هستم. اینجا یه سری دایرکتوری و یه سری فایل هست. ببینین، دایرکتوری میگیرم، میگه مثلا شما اینجا فایل دایرکتوری یوزر رو دارید، دایرکتوری پروک رو دارید. معمولا اینجا فایل نیست، ولی مثلا من یه init rd هم اینجا دارم. نمام چرا در واقع lslltrh بگیرم. میبینین اینجا یه دونه init rd دارم که لینک به اونه، vm linux هم دارم که لینک به یه فایل دیگه است. لینک ها رو بعدن میبینی، ولی یه سری فایل دارم و یه سری دایرکتوری. مثلا اگر برم توی روت، میگه شما نمیتونین برین روت چون یوزر جادی هستین، به روت دسترسی ندارین. دوباره دسترسی ها رو جای دیگه میبینین. اگر برم توی تمپ، میبینین که اینجا یه سری فایل دارم، حالا ممکنه هر چیزی باشه، تست های اسکرین کست دمه، زیم فایل هاست و هر چیز دیگه. در واقع من اینجوری توی روت یه دایرکتوری درست کردم، توی دایرکتوری یه سری فایل درست کردم. اینجا دوباره میشه دایرکتوری باشه. تمام فایل سیستم لینوکس یه درخت خیلی بزرگ از دایرکتوری روت، دایرکتوریای توش و فایلای توشن. اوکی؟ و میتونه تا هر چند شاخه بره طبق تئوری. حالا البته تو تئوری نمیتونه بره، ولی در عمل تا جایی که ما زندگی میکنیم میتونن تو هم برن جلو. یه نکته حساس اینه که بدونین که اکثر USB ها و اینجور چیزا اگر به سیستم اضافه بشن، به اصطلاح ماونت بشن، لینوکس اینجوری کار میکنه که شما هر دیوایسی که میزنین به دستگاه، هر هارد دومی که بهش وصل میکنین، هر چند تا هارد که تو خودش داره، هر هاردی که از شبکه میارین به سیستمتون اضافه میکنین، این امکان هست که من هارد کلن یه جای دیگه باشه، من از روی نتورک به عنوان هارد ببینمش. پروتکل هایی مثل SSH، NFS، اینا میتونن هاردهای راه دور رو ببینن. تمام اینها یه جایی از اون ساختار درختی باید اضافه بشن. یادتون بمونه همیشه ما یه درخت خیلی بزرگ داریم که با روت شروع میشه، توش دایرکتوری ها فایل ها چیده میشن. مثلا من یه دایرکتوری دارم به اسم mount. ببینید lslprh، یه دایرکتوری دارم به اسم mnt که در واقع خلاصه mounte. اینجا یه سی دی رام مستقیم هم دارم بر اساس هر سیستمی. الان میدیا هستش، توی اینها سیستم هایی که اضافه میشن نصب میشه. حالا بعدا دقیق‌تر میبینیم مفهوم mount شدن اینه. شما هر جایی که یه سخت افزار قابل ذخیره فایل رو، در واقع میتونه به شکل مجازی هم باشه، دیسک باشه، هر چیزی باشه، اضافه میکنین به کامپیوترتون، یه USB وصل میکنین، این تو یکی از این دایرکتوری‌ها به اصطلاح ماونت میشه. ماونت یعنی اینجوری کردن توی انگلیسی، در واقع سوار شدن. میام یه USB میزنم، USB نمیشه دی دو نقطه، USB اگر تنظیم کنم یا اگر دستور بدم که بعدم میبینین چه شکلیه تو درسای بعدی، میشه slash مثلا media jadi USB. USB اون تو میشه یه دایرکتوری، میشه تو فایل سیستم، یعنی مفهوم ماونت. حالا نگاه کنیم که دایرکتوریه که تو این سیستم یونیکس دارم چیه. من اینو ریفرش نکردم، یا ریفرش براتون میکنم که درسای جدید بیاد، اینو کامل کردم.
توی در واقع سوال من اینه که توی فایل سیستم روت اگر من یه ls بگیرم، اینجوری بگیرم که خلاصه تر بشه، این دایرکتوری هایی که نشون میده چیه؟ این مهمه که بدونید. تقریبا خیلی از سیستم ها دایرکتوری های مشابه نشون میدن در فایل سیستم روتشون. دقت کنید، فایل سیستم روت من فقط به اسلش میگم، ما همیشه یه دونه اسلش روت هم داریم که اینجا خونه یوزر روته که مدیر کل سیستم یونیکس منه، لینوکس منه. این هوم در واقع هوم روت، یوزر روته، این بهش میگیم فایل سیستم روت، بالاترین سطح درخت. توش چیا هستن؟ یه دایرکتوری بین هست که توش دستورهای اصلی لینوکس ذخیره میشن. ls bin میبینید دستورهایی مثل true، مثل echo، ed، gzip، کلن این دستورهایی که pwb، kill، هرچی تقریبا دستور استاندارد اولیه داریم توی بین ذخیره شده. ls/root توی دایرکتوری بوت که مفصل‌تر در درس‌های دیگه بهش پرداختیم، فایل‌های استاتیکی که برای بوت سیستم لازمن، یعنی من سیستمم یه بوت لودر داره که سیستم رو بالا میاره، همه فایل‌های مورد نیاز اون توی /boot هستن. /dev دیوایس‌های سیستمم هستن، در واقع سخت افزارهایی که رو سیستم هستن یا سخت افزارهای مجازی که رو سیستم هستن، همه‌شون توی /dev دیده میشن، تو دایرکتوری dev. مثلا اگر بخوام یه مثال بزنم، ببینین تی تی وای ها کنسول های منن، از بالا بیام اس دی ای ها هاردای منن، رندوم دیوایسی که رندوم یه چیزی فقط میتونه مثلا یه دیتای رندوم برگردونه، زیرو که زیرو برمیگردونه، مپرا که در واقع هاردایی که به شکل مجازی ماونت میشن اینجان، اینپوت ها، کی وی ام، تمام دیوایس های سخت افزاری من اینجان. ETC بسیار مهمه که همیشه بدونیم که توی ETC کانفیگ های من هستن. اکثر کانفیگ ها توی /etc یه چیزی هم. مثلا اگر همینجوری به شما بگم برین برنامه آپاچی رو کانفیگش رو نگاه کنین، شما منطقا سعی میکنین برین تو ETC دایرکتوری ببینین، اونجا یه ls بگیرین، دایرکتوری بگیرین ببینین آیا توش آپاچی هست یا نه. ممکنه آپاچی کانف باشه، ممکنه دایرکتوری آپاچی باشه که توش هر چیزی باشه. در واقع کانفیگ های من معمولا تو ETC هم. lib لایبریا هستن، در واقع لایبریایی که بین همه برنامه ها شیردن. اگه من یه برنامه می‌نویسم که نیاز داره از کیبورد یه چیزی بخونه، قسمت از کیبورد نوشتن دیگه نمی‌شونم خودم بنویسم، یه لایبری کیبورد خوندن هست که من فقط اینو صدا می‌زنم. برنامه ویندوز که اونقدر گوندن، مثلا دو تا سی دی می‌ذارین یه برنامه نصب میشه، همه این لایبریا کنار برنامه اصلین. تو لینوکس همه لایبریا تو لیبن، دیدین با می‌بینین بعدن تو صدا دو فکر کنم 4 و 5 دیپندنسی ها میفهمن. اگر من میگم میخوام برنامه فلان رو نصب کنم که یه لایبری لازم داره، خود لینوکس میره این لایبری رو هم نصب میکنه. در نتیجه اگه این لایبری هر باگی داشته باشه، من که آپدیتش کنم، همه برنامه‌ای که ازش استفاده میکنن آپدیت میشن. اگر مثلا ما میگیم همیشه ادعا داریم تو لینوکس خیلی قدیم ما فارسی رو اضافه کردیم، وقتی فارسی اضافه میشه به لایبری تایپ من، تمام برنامه‌ای که از لایبری استفاده میکنن هم فارسی بهشون اضافه میشه. در واقع اینجوریه. همچنین ماجول های کرنل، اگه کرنل نیاز داره یه ماجولی رو مستقل لود کنه، مثلا یه درایور رو، توی لیب قرار میگیره. /media داریم نگاه میکنیم به دایرکتوری های یه لینوکس، دایرکتوری توی ریشه یک لینوکس. /media mount point درک کردین الان mount point یعنی چی؟ دایرکتوری که اگر یه چیزی سخت افزار اضافه کنم، دیسک اضافه کنم یا هر چی، اونجا میتونم ببینم. سخت افزار منظورم استوریج بود. /media در واقع ریمووبل مدیا ها، یو اس بی ها، هارد دیسک های اکسترنال و اینجور چیزا میرن اینجا. برای اینکه تمیزشون کنن یه امنتی هم دارن که ماونت، که اگر مثلا بخوام فایل سیستم های مختلفی رو ماونت کنم میتونه بیاد اینجا. یه قرارداد بین خودمونه که کارامون تمیز باشه، یو اس بی و سی دی و اینا رو میذاریم اینجا. توی امنتی چیزهایی که مفصل تر ماونت میشن و تمپوراری، مثلا میخوام یه اس اس اچ رو بس کنم، ان اف اس رو بس کنم، میذارم اینجا. توی اوپت معمولاً برنامه هایی هستن که ترد پارتی هستن، بخشی از خود لینوکس نیستن. مثلا اگر من اوراکل نصب کنم، معمولاً میره تو اوپت. اگر من بیام به فرض یه گیم نصب کنم، حالا اگر واسه همه یوزرها پابلیک باشه و استاندارد نباشه، میره تو اوپت. این جور چیزا، مثلا اگر یه سیستم مخابراتی دارین، احتمالاً کل لینوکسش هست، ابزاراش هستن، اون تیکه برنامه مخابراتیه توی اوپت. /opt spin باینری های خیلی اسنشیال ترن، یعنی یه پله از
اسلش بین مهمتر. بزنید یه نگاه بهش بندازیم. میگیم اسپین MKFS باید اینجا باشه، ایناهاش فایل ها رو فرمت میکنه و اینجور چیزها، آپ استارت، هالت، چیزهایی که یه پله خشنترن روت معمولا رانشون میکنه میان توی اسپین. SRV دیتا هایی هستن که در واقع این سیستم پروواید میکنه، معمولا ما باش کاری نداریم، اینجا که اصلا باش کاری نداریم در واقع تو LPI 1. تمپ TMPه، اسمش همیشه بلدیم، چیزهای موقت، اگر یه برنامه نیاز داره یه دیتایی رو سیف کنه، همین الان میبینین اینجا از TMP من که دایرکتوری گرفتم اتفاقی که افتاده اینه که اسکرین کست هایی که دارم الان سیف میکنم برای شما، اسکرین شات های وسطش و اینجور چیزها همشون دارن اینجا ذخیره میشن. یه جاییه که هر یوزری میتونه فایلاشو ذخیره کنه ولی بدونه که این ممکنه پاک بشه. تو خیلی از سیستما از جمله اوبونتو، دبیان، هین ریبوت کل تمپ پاک میشه و یوزر یه هایارکی سکندریه مثل اسلش روت، خیلی چیزا میره اون تو که اهمیت کمتری داره یا برای یوزر هاست به طور خاص. ببینین من الان میزنم cd/user ls که میگیرم دوباره یه بین دارم، games include lib local spin source و share، تقریبا شبیه اون یکی هست، در واقع یه مجموعه از چیزا رو آوردن این تو که مرتب تر باشه. مثلا اگر شما آپاچی نصب کنیم ممکنه بره این تو. و در نهایت چیزای مهمی که برای ما نسبتا مهمه اینجا، وره cd/ls var. توی ور چی دارم؟ بکاپ ها، ریپورت های اگه برنامه کرش کرده باشه، لاک فایل هام که بسیار بسیار مهمه، مثلا اگر ور لیب، اگر دیتابیسی دارم این توی وریبل دیگه چیزا توش عوض میشن، خیلی از لاگ ها میرن این تو، دیتای دیتابیس ها میرن این تو، وب سرور ممکنه دیتا هاشو بذاره این تو، دیتای واقعیشون، دیتای تمپش نه، لاگ رو من میخوام نگه دارم پس تو تمپ نمی نویسمش، تو ور لاک می نویسم. همون مثال کانفیگ آپاچی که اگه زدم به عنوان وب سرور، اگر شما میخواین ببینین لاگاش کجاست، اولین حدستونه که برین تو /var/log اونجا دنبال آپاچی بگردین. این بود فایل سیستم یونیکس های استاندارد که خب لینوکس هم ازشون پیروی میکنه. مفهوم پارتیشن اما مفهوم بعدیمونه. چجوریه؟ من و شما که میایم یه دیسک میخریم، در واقع یه دیسک میخریم به دیسک گنده است، به ما میگن این مثلا 500 در واقع گیگابایت ظرفیت داره. خب توی ویندوز میایم جداش میکنیم، یه 32 نقطه ازش در میاریم و اینا. تو لینوکس کماکان باید این کارو بکنیم، از دیسک خام که نمیشه استفاده کرد. من اول باید فرمتش کنم با یکی از فرمت های استاندارد، بعدش پارتیشن بندیش کنم. توی پارتیشن بندی مثلا میگم 100 مگش رو بده به اسلش بوت مثلا و انقدرش رو جدا کن، مثلا 200 گیگش هم اینجا باشه، 100 مگ زدم اینجا ها به سایزش نگاه نکنید، و مثلا چقدر میشه 300 و 299 تا مثلا بده به یه چیز دیگه، مثلا روت اینو بده به هوم یا هرچی، حالا با این فعلا کاری نداریم. نکته اینه که من میتونم پارتیشن بندی کنم، در واقع از یه هارد فیزیکی بزرگ اجزای کوچیکتر در بیارم. توی دنیای لینوکس ما گفتیم همه چی توی در واقع سلش دف هست، دیوایس هامون، همه چی که نه، دیوایس هامون اینجاست. من همه دیسک ها رو تو سیستم های مدرن به این شکل میشناسم، SDA میشه اولین دیسک اسکازی من، SDB میشه دومین دیسک اسکازی من، SDC میشه سومین دیسک اسکازی من، SDش هست اسکازی دیسک. الان در واقع همه هاردهای ما تقریبا این شکلی هست. قدیم تر که ساتا و اینها هم بود، روی لینوکس های قدیمی تر HD بهش میگفتن، HDA میشد هارد دیسک اول، HDB میشد هارد دیسک دوم. الان حتی اگه من یه USB به کامپیوترم وصل کنم به شکل SDB شناخته میشه، چون SDA تو کامپیوتر من هارد اولیه که توی خود لپتاپ هست، اون که از کنار وصلش میکنم میشه دومی، پس میشه SDB. این عدد هم شماره پارتیشناشو نشون میده، پارتیشن اولش، پارتیشن دومش، پارتیشن سومش. پس همیشه تو اسلش دیو اسلش SDABC هارد اول دوم سوم، جلوی هر کدومش 1 2 3 پارتیشن چندم رو نشون میده. حالا یه خورده جزئی تر این رو میبینیم. دستوری هم که استفاده میکنیم برای این کار در واقع دستور FDiskه. من میگم FDisk کن SDA 1 رو، مشهورترین چیزی که داریم پیه برای پرینت، میگه الان هارد تو یه SDA 1 داره که بوتبله
اندازش انقدره مثلا. SDA دوت اینه، SDA ست اینه، SDA 4 و 5 4 نداریم، 5 و 6ت اینه، یه سواپ داری و یه دونم گنده آخرش که هوم یوزرها من استفادهش میکنم. بباره بعدا این مفاهیم رو توی سیستم ماونت کردن دقیق تر میبینین. الان فقط تو ذهنتون باشه که fdisk/dev/sda بازش کرد، با پی تونستم در واقع ببینم که توش چی هست، با کیو هم ازش خارج میشم. حالا بعد در مورد یه مفهوم نسبتاً غم‌انگیز حرف بزنیم، اونم اینه که ما کامپیوترامون همشون پی سی هن، پرسونال کامپیوتر هن. از قدیم یه استاندارد آی بی ام گذاشته، زمانی که بیل گیتس به شکل مشهور گفته بود که یه مک برای هر کامپیوتر خانگی کافیه، در واقع بعضیا میگن بهش منسوبه، بعضیا میگن خودش گفته، یا هر دعوایی، به هر حال دیدش اون موقع خوب بود، ولی کامپیوترها خیلی پیش اومدن. اون زمانی هم که این پی سی ها رو ساختن، فایلی که در واقع فرمتی که رو هارد داشتیم، در واقع پارتیشن تیبلش که میگفت پارتیشن ها کجان، یه چیزی بود به اسم MBR. لازمه شما باش آشنا باشین، Master Boot Record. من هاردامو با فرمت MBR اول فرمت میکردم پارتیشن تیبلش رو، یه پارتیشن تیبل در واقع براش میساختم، توشون پارتیشن میساختم. MBR محدودیت های خیلی زیادی داشت، از جمله این که در واقع اینو برگردونم، از جمله این که MBR چون جای خیلی کوچیکی از اول دیسک اشغال میکرد، اینقدر مثلا یا حتی خیلی کوچیکتر به نسبت، چند تا محدودیت داشت. اول این خیلی مهمه که محدودیتش به دیسک های 2 ترابایت بود. عملا اگه شما دیسکی بزرگتر از 2 ترابایت داشتین، MBR نمیتونست به خوبی باش کار کنه یا اصلا نمیتونست کار کنه. این رو مهمه بدونیم، الان بهتون میگم چرا. دومی اینی که MBR فقط 4 تا پارتیشن پرایمری میتونست بسازه. یعنی شما نمیتونستین توی یه دیسکتون بیشتر از 4 تا بسازین. این پارتیشن نیست، اینو فقط خود در واقع MBR اینجا نشسته. نمیتونستین بیشتر از 4 تا پارتیشن بسازین. پس اگه شما به بیشتر از 4 تا پارتیشن نیاز داشتین، نمیتونستین در واقع رو MBR کار کنین. برای حل این مشکل اومدن یه کاری کردن. گفتن که ما میتونیم 4 تا پارتیشن پرایمری فقط بسازیم. 4 تا پارتیشن اولیه یا یه دونه اکستندد. پارتیشن اکستندد چی بود؟ میگفتم اینجا اینو میسازم، پس طبق چیزی که شما یاد گرفتین این میشه SDA 1. موقع فرمت میگم همه این یه پارتیشن اکستندده، روشم اسم نمیذاره. بعد توی یه پارتیشن اکستندد شما میتونستین هر چند تا که دوست دارین چی بسازین؟ پارتیشن لاجیکال. پس ولی لاجیکال ها از کجا شروع میشد؟ یک پرایمری. لاجیکال ها از 5 شروع میشد. در واقع وقتی یه اکستندد میساختین، این میشد SDA 5، این میشد 6 7 8 9 مثلا. اگر پرایمری بسازم میشه 1 2 3 4. اگر اکستندد بسازم شروع میکنه لاجیکال های توش از 5 شدن. در واقع اینم واسهتون باشه که اکستندد فقط یه ظرفه که توش لاجیکال هامو میسازم. بیاین هارد خودمو ببینین. SDA 1 دارم، پس یه پارتیشن پرایمری ساختم با یه اندازه خیلی کوچولو، 20 گیگ، خیلی هم کوچولو نیستش، لینوکس فرمتش کردم. یه پارتیشن دوم ساختم دوباره پرایمری، 20 گیگ، با لینوکس فرمتش کردم. اینجا دو تا لینوکس دارم. بعدش 3 رو ساختم دوباره، پس پرایمریه، شما میدونین، به اندازه 254 گیگ که در واقع اکستنددده. پس 1 2 3 رم ساختم. حالا چیکار کردم؟ توی اکستندد اومدم مثل لاجیکال درست کردم. از این SDA 5 میفهمم، SDA 5 و SDA 6، چون 4 رو پریدم. همین که شروع میکنین لاجیکال ساختن، اسمش از 5 شروع میشه. یه دونه 7 گیگ، 7.5 گیگ، در واقع 8 گیگ سواب ساختم، یه دونم توش لاجیکال 245 246 گیگ ساختم که در واقع هومه. اوکی، این مفهوم به ضعف MBR برمیگرده. در اصل چون که من از MBR استفاده میکنم که فرمت قدیمی تریه و اکثر ماشینایی که میبینین از اون استفاده میکنم، من فقط میتونم 4 تا بسازم. 1 2
اگر اکستندد بسازم مثلا اینجا هم 3، اگه اینجا یه اکستندد بسازم این میشه 4، 5 و 6 و 7 اون تو هم. حتی اگه 1 رو بسازم دومی رو اکستندد کنم 2 رو، بقیه دوباره میشن 5 6 7. اوکی، پس مثلا slash dev sda 7 یعنی پارتیشن سوم لاجیکال روی دیسک اول چون sda. برای اینکه این مشکلات رو بتونن حل کنن، از MBR خلاص بشن که محدودیت 2 ترابایت هم داشت برای شما مهمه، اومدن یه چیز درست کردن به اسم GPT. فرمت جدید تریه و در واقع میتونه هر چند تا تقریبا پارتیشن داشته باشه، در نتیجه اصلا نیازی به مفهوم Extended Logical هم نداره، دیسکای خیلی بزرگتر رو هم ساپورت میکنه. در مورد GUID Partition Table یا GPT همینقدر بدونیم کافیه. دستوری هم که استفاده میکنیم یکی پارتده، اینجا نمونهشو میارم ببینید، میزنم sudo parted، من اصلا پارتد رو نصب نکردم، اینجا اوجه رو نصب کردم، میزنم sudo parted slash dev sda printش کن، دقیقا همون کار کرد، اطلاعات بیشتری میده، میگه دیسک چیه، مدلش چیه، چقدیه و این داستان ها. اف دیسک رو هم که قبلا دیده بودیم و جی پارتد رو هم داریم که در واقع یک محیط گرافیکی، اگه بزنم sudo جی پارتد به من به شکل گرافیکی نشون میده دیتام چه شکلیه، میگه تو یه پارت تا پارتیشنی که اونجا دیده بودیم، یه دونه سواپ، یه دونه پارتیشن بزرگ، قومم اینجا، میتونم از اینجا دیسکامو انتخاب کنم که من یکی بیشتر ندارم، از همینجا میتونم فرمت کنم یا هر کاری. پس این ستارم یادتون باشه. بعدش مفهوم LVM رو داریم، در واقع آخرین مفهومیه که تو این درس، کلن این درس درس مفهومیه. LVM خیلی مفهوم جالبیه. مشکل چی بود؟ هممون بهش برخوردیم. شما یه دونه هارد خریدیم 500 گیگ، لپتاپتون هاردش پر شده، میخواین اضافهش کنین، هیچ کاری نمیتونین بکنین. نمونه واقعیش اینه که یه سرور من داشتم که توش slash verlog یه پارتیشن مستقل بود. تمام این پارتیشن بندی رو که میگیم، شما میتونین اینا رو تو دایرکتوری مختلف و پارتیشن های مختلف بکنین. در واقع من یه دیسکی داشتیم که روش تمام لاگ های سیستم ذخیره میشد. خب این پر میشه، من چیکار کنم؟ راه حل در پیتش اینه که برم از اون سرور اون هارد مثلا 500 گیگو باز کنم، یه هارد 2 ترا بخرم ببندم توش، تمام اون فایل ها رو کپی کنم اینور، تنظیماتو انجام بدم و بگم حالا با هارد بزرگتر کار کن. 2 ترایی که پر میشه دوباره همین اتفاق میفته، خیلی سخت میتونم هارد 4 ترا پیدا کنم. اگه 4 ترا پر شد من دیگه هارد بزرگتر اصلا تو بازار ندارم. اینو مشکلش رو چجوری حل میکنم؟ با LVM، Logical Volume Management، مدیریت والیوم ها، حالا جاهای ذخیره سازی منطقی، مجازی نیست، منطقی، لاجیکال. ماجراش چی میشه؟ من میتونم به قول برنامه‌نویسا ابستراکت لایر داشته باشم، لایه ابستراکت کردن دیسک های فیزیکیم از سیستم عاملم. سیستم عامل من میخواد یه چیزی ببینه به عنوان هارد، منم پایین 5 تا هارد خریدم، این 5 تا هارد رو میتونم به هم بچسبونم، به LVM بگم اینا رو به عنوان یه دونه هارد گنده به سیستم عامل نشون بده. از اون باحال‌تر وقتیه که یکی از اینا مثلا کم بیاد، من میخوام اضافهش کنم، یه دو ترا هم میخرم میذارم کنارش، چند تا دستور میزنم به LVM، میگم به سیستم عامل بگو هارد بزرگتر داری، همونی که داشتی قبلا بزرگ شده. این کاریه که اون سیستم ابستراکشن لایر انجام میده، LVM اون وسط. سه تا مفهوم رو باید توش بدونید، PV، VG و LV. فیزیکال والیوم اون چیزهایی که شما پایین میذارید، میتونه یه هارد کامل باشه، میتونه یه پارتیشن از هارد باشه. روش درست اینه که شما هارد رو پارتیشن بندی کنین، پارتیشن هاشو به عنوان والیوم گروپ به در واقع LVM معرفی کنین، هر چند تا هارد که میخواین، هر چند تا پارتیشن. از نظر تکنیکی این امکان وجود داره که خود هارد رو بدین، ولی بهتره که پارتیشن بندی کنین و پارتیشن هاشو بدین. پارتیشن ها رو که دادین، مجموعه ای از این پارتیشن ها اسمش رو میذاریم والیوم گروپ، گروه والیوم ها. مثلا میگم این سه تا پارتیشن رو به اسم VG شماره 1 تعریف میکنم، وقتی میخوام به سیستم عامل معرفیش کنم اسمش رو میذارم لاجیکال والیوم، مثل در واقع پارتیشن میبینتش. پس من پایین یه سری فیزیکال دارم که میتونم پارتیشن های هارد دیسک ها باشن، به اینا میگیم فیزیکال والیوم. به اینها موقعی که اینا رو دو سه تاشو با هم جمع میزنم، میگم این سه تا هارد، این سه تا پارتیشن با هم به عنوان یک والیوم گروپ میدمش به LVM. LVM اینو میبینه ولی سیستم عامل هنوز نمیبینه. وقتی قرار سیستم عامل ببینه، من این چیزی به اسم لاجیکال والیوم تعریف میکنم که سیستم عامل مثل یه پارتیشن خالی میبینتش. این سه تا مفهوم رو در همین حد بدونین کافیه و ایده کلی LVM. بعد وقتی دیسکم پر شد،
میام یه هارد دیگه میخرم، الویم رو یه لحظه قطع میکنم از سیستم عامل، انگار هاردش رو برداشتم، بهش میگم که این هاردم اضافه کن به این والیوم گروپ و بعد الوی رو آپدیت کن. در واقع به من یه دیسک بزرگتر میده. این کل بحث تئوریکی بود که داشتیم. پارتیشن ها رو فهمیدیم، الویم رو فهمیدیم، ام بی آر رو فهمیدیم، فایل سیستم لینوکس رو درک کردیم و حالا فقط به سه تا حالت نگاه میکنیم. اینی که من اگه بخوام یه هارد رو فرمت کنم برای یه لینوکس باید چیکار کنم؟ در واقع به عبارت درست اگه بخوام پارتیشن بندی یک لینوکس رو طراحی کنم باید چیکار کنم؟ اولین چیزی اینه که باید چیزی به اسم سواپ رو بدونم. اینجا هم دیدین هارد من هم در واقع 8 گیگش به عنوان سواپ استفاده شده. سواپ یکی از برگ برنده های لینوکس بود برای بزرگ شدن. سواپ اینجوری کار میکنه که وقتی مموری کامپیوتر کم میاد برنامه داره ران میشه، مموری رو پر میکنه، مموری کم اومده بعد به برنامه ارور بده که من دیگه مموری ندارم کار کنم. اوکی؟ لینوکس این کارو نمیکنه. میاد یه فایل سواپ درست میکنه یا تو پارتیشن سواپ بخشی از مموری رو منتقل میکنه به اونجا و بازم مموری میده به برنامه. هر وقت به این نیاز داشت دوباره کرنل میاد اینو برمی داره به عنوان مموری استفاده میکنه. در واقع من میتونم بخشی از مموریمو به دیسک منتقل کنم. معلومه که خیلی کنده ولی باعث میشه که من بتونم روی کامپیوتری با مموری کمتر کارهای بزرگتری بکنم، یا اگه یهو مموریم پیک زد کل سیستم کراش نکنه، کند بشه. این خیلی قدم بزرگی بود. الان همه هم دارن، لینوکس هم در واقع اول داشتش، الان همه سیستم عامل ها دارن، ویندوز هم یادم اسمش چی میگه ولی اونم داره، در واقع یه فایل درست میکنه برای پیجینگش، در واقع تکنیکی به این کار میگم پیج. تو لینوکس ما پیشنهاد میکنیم که سواپ دو برابر رم باشه، بیشتر از 8 گیگ هم نباشه. طبعا اگه شما 8 گیگ رو دیسک بنویسین دیگه عملا کامپیوترتون خراب شده رفته، از نظر سرعتی نمیتونین 8 گیگ رو هارد مثل مموری استفاده کنین. پس اگه 2 گیگ رم دارین دو برابرش یعنی 4 تا میذارین به عنوان سواپ، یه پارتیشنی که به شکل سواپ فرمت شده. اگر 4 تا رم دارین، 4 گیگ رم دارین 8 گیگ میذارین سواپ، اگر 6 گیگ دارین بازم 8 گیگ میذارین. دست خودتون هر چقدر بذارین این مقدار توصیه شده است. دومیش هم نکات خاص درباره اسلش بوته. بهتون گفتم که اسلش بوت در اصل دایرکتوریه که فایل های بوت اول سیستم توشن، مثل وی ام لینوز، مثل خود کرنل، مثل اینیت آر دی، وی ام لینوز که همونه، مثل اینیت آر دی، کانفیگوریشن های گراب و اینجور چیزها. این فایل، این دایرکتوری باید یه خورده خاص باشه. گفتیم ام بی آر بیشتر از 2 ترابایت رو نمیخونه. در نتیجه اگر این روی دیسکی باشه که بیشتر از 2 ترابایت ممکنه به مشکل برخوریم توی ام بی آر. خیلی از لینوکس های قدیمی تر یا حتی سخت افزار های قدیمی تر هم از دیسک های بزرگتر از یه حدی ساپورت نمی کردن. پس این نمیتونه یه درایو خیلی بزرگ داشته باشین با یه پارتیشن خیلی بزرگ که بوت میشه از اون. به همین خاطر شدیداً توصیه میشه که همیشه یه پارتیشن اسلش بوت جدا داشته باشین، کوچولو و منظم. حتی بعضیا میان کاری که میکنن اینه که این رو رید اونلی میکنن که فقط بشه ازش خوند. بعضی هم میگن خوبیش اینه که اگه من یه پارتیشن اسلش بوت داشته باشم، یه پارتیشن دیگه که دیتاهای دیگه هم توشه، باعث میشه که موقعی که سیستم خراب میشه، اگر این دیتاها خراب شد، اسلش بوت من همیشه سالم باشه، سیستم بالا بیاد، بعد من بتونم ریپیرش کنم. معمولا عدد 100 مگ رو میذارم به شکل دیفالت، چون فقط چند تا کرنل و ورژن های قدیمی توشه. این روزا بعضی موقع 100 مگ ممکنه کم بیاد بعد از هی آپدیت کردن و پاک نکردنش. در این حال باید اینو بدونین که اسلش بوت همیشه باید یه جایی باشه که از بایوس قابل خوندن باشه. بایوس اون سیستم اول که کامپیوتر رو بوت میکنه. نمیتونم من اسلش بوت هم بذارم رو نتورک، چون اول باید کار چالاکه کار کنه به طور کامل که اسلش بوت من بیاد. پس باید یه جایی باشه که بایوس بتونه بخونتش. حالا اگه بایوس میتونه نتورک رو بخونه خیلی هم خوبه. معمولا پیشنهاد میشه که 100 مگ روی یه سیستم لوکال استفاده کنین اسلش بوت. در نهایت سه حالت رو نگاه میکنیم. فرض کنیم من یه کامپیوتر شخصی دارم، یه کامپیوتر شخصی که میخوام روش لینوکس نصب کنم برای خودم، چیکار کنم؟ یه هاردم داره. خب یادمونه که 4 تا پارتیشن میتونم درست کنم ولی نیازی ندارم. طبق حرفی که الان زدیم من 100 مگابایت بهش میدم برای اسلش بوت، سیستم از اینجا بوت بشه. واقعا هیچ نیازی به چیز دیگه نداره، فقط یه سواپ هم درست میکنم، در واقع رم زب در 2 یا مثلا 8 گیگ با فرمت سواپ فرمتش میکنم، بقیهش رو همه رو میذارم برای اسلش. الان میدونیم یعنی چی، یعنی من روت فایل سیستمم اینجا خواهد بود ولی اسلش بوتم میشه اینجا، همین، به همین سادگی. این میشه یه سیستم
خونگی برای پیشنهاد. دومیش اینه که اگه یه سیستمی داشتیم مثلا قرار بود به عنوان یک کلاینت شبکه کار کنه و تو شبکه بوت بشه، یه بار دیگه بکشم که قشنگ بشه، اونو چی کار میکنیم؟ همیشه اولین جوابتون اینه 100 مک برای سلش بوت میذارم کنار. دومیش اینه که من میام مثلا 8 گیگم برای سواپ میذارم کنار. معمولا این کار میکنیم، هرچند که رو نتورک میتونستین سواپتون هم بذارین یه جای دیگه چون شبکه ها خیلی سریع شدن، ولی اونقدر جذاب نیست. ولی بعدش چی؟ من یه روت فایل سیستم میخوام که کل لینوکس بوت بشه، یه دایرکتوری اسلش هوم هم هست که این بالا دیدیمش، امیدوارم چه عجیب اینجا هومو نذاشتم، هوم از آن اضافه میکنم، خیلی هم مهمه یادتون باشه، اسلش هوم جاییه که یوزرها فایلای شخصیشون درست میکنن، بارها دیدین اینجا در واقع pwd. اگه من بزنم cd میرم تو خونه خودم، خونه من هست اسلش هوم جادی. اگه شما اینجا مثلا مینا بودین میشد اسلش هوم مینا، اگر هر چیز دیگه بودین اسلش هوم ادایتوری و خودتون داشتین که فایل شخصیاتون اون تو بود. همچنین بهتون گفتم اسلش روت، سودو میزنم که خود روت دسترسی داشته باشه، اسلش روت هوم روته، حواستون باشه اسلش روت با این فرق میکنه که بهش میگیم دایرکتوری روت. اوکی، این میشه هوم روت، این میشه دایرکتوری ریشه. پس این هوم هم اینجاست. حالا تو اون سیستم شبکه‌ای در واقع که قرار به عنوان نتورک کلاینت کار کنه، یه کامپیوتر که به شبکه وصل میشه، آدم‌ها توش لاگین میکنن استفاده میکنن، مثلا دانشگاه، بسیار بسیار معقوله که یه سلش بذارم، مثلا 20 گیگ هم کافیه، معمولا شما میتونین 40 گیگ بذارین که دیگه کم نیاد. همه یه فایلای خود لینوکس میاد اینجا، ولی من کل هومم رو از روی نتورک در واقع، یعنی یه پارتیشن نمیشه دیگه، من میگم همه یه هومم رو از توی نتورک ماونت کن. یعنی چی؟ یعنی من یه جای استوریج با پروتکل NFS, SSH یا هر پروتکل دیگه SMB که تو شبکه میتونیم ببینیمش، NFS تو لینوکسی ها تنی مشهورتره، SMB توی ویندوزی ها، یه استوریج میخرم، یه دستگاه مثل یه هارد قابل استفاده در شبکه است، میذارمش یه گوشه ای که خیلی هم بزرگه، همه یوزرها فایلاشون میره اون تو. بعد من میگم اگر سیستم من بوت شد 100 مگه بوت کن، 8 گیگم واسه رم، 40 گیگم بذار روش برای اسلش، همینقدر بسه، بقیهش اسلش هوم من رو ماونت کن از توی شبکه. حالا معلومه اگه این دیسک من خیلی بزرگ بود میتونستم اینا رو بزرگتر کنم، ولی در واقع انقدر براش بسه، اسلش هوم من بره از تو اون دیسکی که تو شبکه هست بخونه بیاد. نتیجهش این میشه که من پشت هر کامپیوتری که بشینم هومم چون میره از تو شبکه میخونه یوزر جادی رو میاره، میشه همون. اوکی. و در نهایت اگر یه سیستم سرور داشتیم، خب توی سیستم سرور کاملا بستگی به وضعیت داره. من امروز اتفاقا خودم صبح گفته برای من یه سرور نصب کن سنت او اس، اولین سوالی بود که می‌خواید باهاش چیکار کنیم، آیا ریکوایرمنت خاصی دارین، آیا نیاز خاصی دارین. اول که می‌دونیم یه 100 تا جدا می‌کنیم 100 مگ برای بوت، بحث هست که آیا یه 8 گیگ جدا بکنیم یا دو برابر رم برای سواپ یا نه. بعضیا میگن نباید بکنین چون سرور نیاز به سواپ نداره، ولی نظر من اینه که بهتره که بکنین و چک کنین که آیا رو سواپ رفته یا نه. منطقا چون سرور باید سریع باشه نباید بره رو سواپ، سواپ کنده، اما بهتره که باشه با توجه به اینکه هارد ارزونه، و چک کنین که رو سواپ نره هیچ وقت، اگه میره باید بررسیش کنین. اما بعد از این دیگه بستگی به نیازتون داره. مثلا تو خیلی از سرورها از جمله اون مثالی که زدم اسلش ور رو یه پارتیشن جدا میکنم، مثلا من میگم من 100 گیگ میدم به اسلش ور، دلیلش هم اینه که لاگام میخواد بره این تو، فایلای فایل سرورم، فایلای وب سرورم میره این تو و اینجور چیزها، و میخوام این جدا باشه که اگه بقیه سیستم هم خراب شد این بمونه سر جاش. همچنین برای خراب نشدن این کاری که توی بعضی موقع ها توی نتورک ورکستیشن ها هم این کار رو میکنن، من میگم اسلش یوزر من که بسیاری از فایل های اجرایی معمول توشه میخوام رایت پروتکت باشه، در واقع کسی نتونه روش فایل بنویسه. چرا؟ چون که یک دانشجویی که میشینه نمیتونه سیستم رو خراب کنه، حتی اگه دسترسی پیدا کنه بتونه تو یوزر یه چیزی بنویسه به هر دلیل مشکل امنیتی. در واقع این باعث میشه که من این رو رایت پروتکت کنم، مثلا ممکنه بذارمش 10 گیگ و RO read only، بعدن دقیقاً ببینیم چه جوری میتونم رایت پروتکتش کنم.
و بعد هم دیگه کاملا بستگی به نیازهای متنوع داره توی دونه سرور. حتی پیش میاد که بعض موقع ها من میام بقیه‌اشو میذارم برای روت، همیشه باید یکی برای روت بذارن که بقیه فایل همه بره توش، حالا یا نتورک باشه یا هر چی. بعض موقع پیش میاد که من حتی میام این یوزر رو از روی نتورک ماونت میکنم. اگر من 200 تا سرور دارم که همشون وب سرورن توی گوگل، اگر یه آپدیتی میاد قرار نیست برم بشینم پشت همشون آپدیت بزنم، قراره همشون عین سرورهای مشابه باشن. مثلا تو کلاسترینگ که روشیه برای اینکه چند تا کامپیوتر یه برنامه رو سریع‌تر بین خودشون تقسیم کنن و ران کنن، معمولا بخش یوزر یا OPT که برنامه‌هایی که قرار استفاده بشه توشه رو نتورک ماونت میشه رو سرور اصلی. دلیلش هم اینه که اگه من میخوام اینجا یه تغییری بدم نمیخوام برم رو همشون بزنم، اینجا که تغییر بدم همشون از رو همین ماونت میکنن و استفاده. پس تو سرور شدیداً وابسته است به هر نیاز خاصی که هر سیستمی داره. در نتیجه شما هیچ وقت نمیتونید فرمول کلی بدین. توی کامپیوتر من دیدین که اینجا بود ترمینال، در واقع جوری که تقسیم کردم اینه که من دو تا بیسکیک گذاشتم برای لینوکس. من میتونم همزمان دو تا لینوکس داشته باشم، رو اولی یه لینوکس نصب کنم ببینم چه جوریه، دومی رو چیزی یکیش دیگه نصب کنم ببینم چه جوریه و هنوز اولی رو داشته باشم. بر اساس نیاز هر کس تقسیم میکنه. در نهایت یه فلگ بوت هم هست که بالاتر هم بهتون نشون داده بودم، پارتیشنیه که سیستم ازش بوت میشه. اینم دقیق‌تر تو بخش گراب میبینیم. یه نگاه میندازیم به سیلابس کامل درسیمون ببینیم آیا همه چیز رو پوشش دادیم یا نه. allocate file system and swap space to separate partitions or disk، درک کردیم که چرا اینا باید پارتیشن های مختلف یا دیسک های مختلف باشن. برنامه ریزی کردن دیزاین بر اساس نیاز هامون، دیدیم تو سرور دسکتاپ و اینا ممکنه چجوری باشه. مطمئن شدن از این که سلش بوت با وضعیت سخت افزاری ما سازگاره، پارتیشنش خیلی بزرگ نیست، پارتیشن 100 تایی جداست و بایوس میبینتش. و درک کردن بیسیک های LVM. همچنین سلش روت رو فهمیدیم، سلش ور رو فهمیدیم، سلش هوم رو فهمیدیم که تو این جدول نبود. بعد توضیح دادم که هوم جایی که دیتای هر یوزر تو دایرکتوری خودش ذخیره میشه. سواپ اسپیس رو درک کردیم، مفهوم ماونت پوینت و مفهوم پارتیشن. درس نسبتا آسونیه، تقریبا مفهومی هم هست به قول قدیمی ها. دستور توش خیلی کمه، عملا خود LPIش دستوری توش پیشنهاد نداده، ولی ما FDiscو و پارتد و جی پارتد رو گفتیم و وزنش 2. امیدوارم کمی امتیازش رو بگیریم. فعلا.